زاده فرهمند تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول و بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو با ما هستند. با آقای فرهمند شروع میکنم. به نظر میرسه که علیرغم همه رتوریک سیاسی که از طرفهای مختلف حتی از متحد مهم اسرائیل آمریکا شنیدیم که محدود خواهند کرد کمک‌های به خصوص نظامیشون رو اگر اسرائیل به رفح بخواد حمله بکنه، ولی به عمل که داریم میرسیم به نظر میرسه که خیلی تاثیر معناداری روی زمین نداره. اشتباه میکنم آیا؟ کاملا درسته. ما فراموش نکنیم که آمریکا و اسرائیل با هم پیمان‌های نظامی دارن، پیمان‌های امنیتی دارن. آمریکا تعهداتی به اسرائیل داره و این پیمان‌ها رو نمیتونه آقای بایدن بیاد پس بکنه. و مهمتر از اون این که اساساً دیپلماسی آمریکا بر پایه اتحاد با اسرائیل بسته شده. دو کشور متحدن، دو کشور دوستن. یعنی ما هیچ وقت نمیتونیم انتظار داشته باشیم از آمریکا که بیاد و از قالب کشور متحد خارج بشه و حتی بشه بی‌طرف در یک نزاعی. آمریکا به شکل اعلام شده متحد اسرائیل. در نتیجه هر نوع کم کردن از حمایتش از اسرائیل باید توجیهات خیلی محکمی داشته باشه و یک حد و مرز داشته باشه، رابطه دو کشور رو از حالت دوستی و اتحاد خارج نکنه. آقای سبتی، خیلی حالا دارن انتقاد میکنن از نحوه عملیات در رفح، و در این حال تصاویری که در آخر همین گزارش هم منتشر کردیم وقتی میبینیم شهروندان عادی اسرائیل کمک هایی که به سمت فلسطینیان میرن و تخریب میکنن و به خیابان میریزند، خب تصویر جالبی نشون نمیده. چه هست واکنش دولت اسرائیل به افکار عمومی جهان؟ بله، از طرفی عملیات در رفح میشه گفت شروع شده و امروز معلوم شد و فاش شد در تلویزیون اسرائیل در ساعات عصر که حتی رئیس ستاد ارتش دیروز در روز استقلال اسرائیل بعد از مراسمی که بوده در ظهر در خونه رئیس جمهور، او به رفح میره با تعدادی از جنرال ها، اونجا یک جلسه برپا میکنن و در واقع میشه گفت حمله اسرائیل به رفح شروع شده. تا مقداری هم اون گام های خودشون رو تعمیق کردن در قسمت مرکزی رفح، ولی خبر زیادی بروز نمیدن چون خب شاید نمیخوان حماس پی ببره از این موضوع. در مورد مسئله این خرابکاری در کمک رسانی ها، متاسفانه این موضوع شده تبدیل به یک حربه سیاسی بین احزاب، مخصوصا احزاب تندروی اسرائیل. اینهایی رو که دیدین که این کار رو انجام میدن و واقعا کار مضری هست برای این وجهه اسرائیل. یکی دو تا کامیون رو میگیرن و اون اجناس رو مثلا خراب میکنن. اینها اکثرا از طرفداران احزاب تندرو هستند و با اینکه میدونن این هیچ فایده ای هم نداره، چون یکی دو تا کامیون هست و در مقابل 500-600 کامیون شاید بیشتر که وارد غزه میشه، اصلا یک کار بیهوده ای هست. ولی درست مثل تبلیغات جمهوری اسلامی، واقعا یک عده انگار از اونجا دارن کپی میکنن اون تبلیغات بیهوده رو و میخوان برای فردای مثلا این دولت شاید یا فردای این جنگ خودشون رو برای رای گیری و برای انتخابات شاید آماده کنن و این موضوع رو به وجود میارن که هیچ فایده ای که نداره و بسیار مضر هم هست. به خاطر همین آمریکا، حتی در بحث قبلیتون هم شما الان گفتین در سوالتون که آمریکا با اسرائیل چه میکنه، ولی خب چرا دولت این... کاری الان نمیبینم نیروهای پلیس اونجا باشن، چرا کاری نمیکنن در مقابل اینها؟ بله درست، به خاطر همین، چون گلوی دولت اسرائیل متاسفانه الان در دست همین دو سه احزاب تندرو هست. آقای نتانیاهو مجبور میشه با اینها راه بیاد و از کارهاشون چشم‌پوشی کنه متاسفانه، و ما در واقع در این مخمصه سیاسی گیر افتادیم که همین الان مثلا دو سه ساعت پیش هم آقای گالانت وزیر دفاع یک انتقاداتی داشت نسبت به کل دولت و خب مسلما شخص مورد نظرش نتانیاهو بود، بالاخره اونه که رئیس دولت هست، و میگفت چرا ما حرف فردای جنگ رو نمیزنیم اونجور که دنیا توقع داره. و خب آقای نتانیاهو مثل این که به خاطر باز فشارهای احزاب تندرو و نمیخواد که دولتش بیفته، باز اومد و روی حرف این که ما فعلا میجنگیم فقط تأکید کرد. ببینید هر حزب دیگه بیاد بالاخره باید حماس رو نابود کنه، این در اصل موضوع، در عمل این خواهد موند. مسئله اینه که وجهه اسرائیل رو این احزاب تندرو آنچنان خراب کردن که باعث دلخوری و دلسردی و ناراحتی بین کشورهای غربی و حامی اسرائیل
با دولت اسرائیل شدن و این کار واقعا مضریه. آقای فرهمند، نخست وزیر اسرائیل همین اواخر گفته بود که 4 گردان دیگر از حماس باقی مونده که در رفح است و قصد نابودی اونها رو دارن. واقعا چقدر فکر میکنید که اصلا ممکن هستش که اتفاقا با حمله نهایی تمام عیار در رفح کار حماس به پایان برسه یا دست کم توان نظامیش به شدت تضعیف بشه؟ آقای سبتی در اشاره‌ای که به صحبت‌های آقای نتانیاهو کردن در پاسخ به یوآف گالانت یک جمله خیلی جالبی رو که آقای نتانیاهو گفت رو بهش اشاره نکردن. آقای نتانیاهو گفتش که من حاضر نیستم که حماسستان رو به فتحستان تبدیل بکنم. دقیقا این تو کلمه حماسستان و فتحستان رو به کار بود. یعنی من حاضر نیستم، چون آقای گالانت گفته بود که من حاضر نیستم که در آینده اداره مدنی و حتی اداره نظامی غزه رو ارتش اسرائیل به عهده بگیره. یعنی نمیخواد در آینده غزه ارتش اسرائیل همچنان اونجا به عنوان نیروی اشغالگر حضور داشته باشه. و در مقابلش آقای نتانیاهو گفت به هیچ وجه حاضر نیستش که غزه رو به فتح، یعنی به تشکیلات خودگردان تحویل بده، و صحبت‌های بسیار تندی علیه فتح کرد و گفتش که اونها تروریسم رو تربیت میکنن و اینکه 80% فلسطینی‌ها موافق آن کاری هم که حماس در 7 اکتبر کرد. بنابراین این دو یک شکاف عمیقی رو در واقع دستگاه حاکمی اسرائیل نسبت مسئله غزه و آینده غزه نشون داشت. به هر حال اگر عملیات ارتش اسرائیل در غزه با موفقیت و پایان برسه و بتونه تمام این باریکه رو ارتش اسرائیل بهش مسلط بشه، اگر بخواد همچنان در اونجا حضور داشته باشه، باید تن بده به یک جنگ فرسایشی طولانی خیابانی. یعنی مادامی که در اونجا حضور داشته باشه، مثل زمانی که در جنوب لبنان مثلا ارتش اسرائیل حضور داشت و به شکل مداوم و همه روزه با لبنانی ها درگیر بود، در اینجا هم همینطوره. چون که اونجا هر کسی که در غزه زندگی میکنه دشمن نظامیان اسرائیلی است که در غزه به عنوان نیروی اشغالگر حضور خواهند داشت و در از هر فرصتی برای حمله به اینها استفاده میشه و در غزه برای مدت طولانی جهنم خواهد شد. شما یک افغانستان بعد از حمله آمریکا رو در نظر بگیرید که فشردهش کنید خیلی کوچولو در حد غزه، ولی به همون انداز حوادثی که مثلا علیه آمریکایی در افغانستان میشد یا علیه آمریکایی در عراق، همون میخواد از این به بعد در این غزه اتفاق بیفته. و این چیزی است که به نظر میاد آقای گالانت نمیخواد پیش بیاد، در حالی که آقای نتانیاهو خیلی با صراحت و تندی گفتش که در واقع در غزه در آینده باید در کنترل مستقیم اسرائیل باشه. ممنونم از سردار شما. مرتضی فرهمند، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استانبول، و بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل‌آویو.